اینجا اورشلیم رادیو پیام اسرائیل. یک آخوند حکومتی به صراحت میگوید که رژیم برای رسیدن به هدفهای خود که همانا به دست گرفتن رهبری جهان اسلام و نابودی استکبار جهانی و اسرائیل است به گوشت دم توپ نیاز دارد و بنابراین زنان ایران باید فرزندان بیشتری به دنیا آورند. علی خامنه ای نیز گفته بود که ایران در برابر جمعیت کنونی جا دارد، ولی اول بروند و شکم گرسنگان کنونی را سیر کنند. امروز شنبه 4 بهمن ماه سال 1399 خورشیدی، 23 ژانویه سال 2021 میلادی و 10 ماه شوت در سال 5781 عبری است. شبت شلوم. فشرده چند خبر مهم روز را به آگاهی شما می‌رسانیم. در همان حال که دولت تازه پرزیدنت جو بایدن به تدریج شکل می‌گیرد، همگان در انتظار آن هستند که رویکرد او نسبت به حکومت اسلامی ایران، منطقه خاورمیانه و کشور اسرائیل چه خواهد بود. حکومت ایران نیز در حالی که به توهین و تحقیر و گستاخی ادامه می‌دهد، از دولت پرزیدنت بایدن خواسته است مشخص کند که چه انتظاراتی از رژیم ایران دارد. در واشنگتن انتصاب فردی که برای دنبال کردن تحریم‌ها علیه ایران گزیده شده با انتقادهای شدیدی روبرو گردیده و او را طرفدار رژیم ایران و فردی ضد اسرائیلی توصیف کردند. در اسرائیل تعیین اعضای شورایی که مسئول رصد کردن سیاست‌های بایدن در قبال ایران خواهد بود به علت اختلاف نظر و رقابت‌های جناحی با اشکال روبرو شده است. در همان حال که در ایران به تحریف آمار میزان شیوع و مرگ و میر ادامه می‌دهند، حسن روحانی از رسیدن گونه جهش یافته ویروس کرونا به ایران خبر می‌دهد و ابراز نگرانی می‌کند که ممکن است کشتار بزرگی به راه اندازد. گزارش می‌رسد که دولت پرزیدنت بایدن از هم اکنون بررسی برای لغو بخشی از تحریم‌ها را به هدف یاری رسانی به ایران در مبارزه با کرونا آغاز کرده است. منابع خبری در تهران به رادیو پیام اسرائیل گفتند که بیت رهبری به سرکردگی مجتبی خامنه‌ای همراه با سپاه پاسداران یک طرح جامع برای بدنام کردن حسن روحانی و افراد غیر نظامی برای ادامه اداره امور ایران تهیه کردند که هدف از آن هموار ساختن راه برقراری حکومت سپاه پاسداران بر همه امور کشور است. در ایالات متحده تلاش برای محکوم ساختن پرزیدنت دونالد ترامپ همچنان ادامه دارد و لایحه استیضاح که از تایید مجلس نمایندگان گذشته روز دوشنبه در مجلس سنا مورد رسیدگی قرار می گیرد و محاکمه رئیس جمهوری پیشین کمتر از 2 هفته دیگر در سنا آغاز خواهد شد. چنین روندی در ایالات متحده سابقه نداشته و از عمق شکاف سیاسی در آمریکا حکایت دارد. در گزارشی پیرامون مقایسه بین تجهیزات جنگی ارتش و سپاه قدس آمده است که ارتش از برخی ابتدایی ترین وسایل دفاعی محروم است و بیشترین و پیشرفته ترین جنگ افزارها نصیب سپاه قدس شده که ماموریت آن تسلط بر کشورهای همسایه و مبارزه با اسرائیل می باشد. مشروح این گزارش ها و خبرهای بیشتری را در رابطه با اسرائیل، ایران و دیگر خبرهایی که به این دو کشور مربوط می شود در این برنامه 1 ساعته به آگاهی شما می رسانیم. مانند همه روزهای شنبه این برنامه خبری را با تفسیر سیاسی هفته نوشته و با کلام آقای منشه امیر آغاز می کنیم. آقای امیر تفسیر این بار خود را با این عنوان نگاشته است: انتظارات حکومت ایران در مورد لغو همه تحریم‌های آمریکایی تا چه حد برآورده خواهد شد؟
به روال همه شنبه ها یک آهنگ اسرائیلی نیز پخش میکنیم. تیم همکاران امروز ما شامل بانو الینور بیتانو، آقایان بابک اسحاقی، مرتضی لطفی و دکتر عبدالله قراگزلو میباشد. با ما همراه باشید، به همگان خوش آمد میگوییم. پیش از پخش اخبار به تفسیر سیاسی هفته توجه فرمایید. انتظارات حکومت اسلامی ایران در مورد لغو همه تحریم‌های آمریکایی تا چه حد برآورده خواهد شد؟ ایران، اسرائیل، خاورمیانه و همه کشورهای جهان در انتظار آن هستند که ببینند دولت پرزیدنت جو بایدن چه سیاست‌هایی را در امور خارجی در پیش خواهد گرفت. او برنامه خود را در امور داخلی کم و بیش مشخص کرده است و اکنون هنگام آن است که برنامه ریزی خود را به نحوی تنظیم کند که بتواند روابط خود با کشورهای جهان را در سطح دیگری جز آن که در دولت پرزیدنت ترامپ وجود داشت تعیین و اداره کند. وزیران کابینه او و دستیاران و دستاندرکاران یکی پس از دیگری مشخص می شوند، ولی این هنوز برای تشخیص راه آینده جو بایدن کافی نیست. مدتی وقت لازم است که تا همه امور جهانی مورد بحث و بررسی قرار گیرد و سیاستی معین و مشخص به وجود آید که بتواند هدفهای این دولت و انتظارات دموکرات‌ها را از تغییر حکومت در ایالات متحده برآورده سازد. ولی آنچه که مورد توجه و علاقه ما قرار دارد آن است که سرنوشت برنامه‌های اتمی و موشکی ایران چه خواهد شد؟ سرنوشت تحریم ها چه خواهد شد؟ و حکومت کنونی ایالات متحده چگونه و تا چه حد خواهد توانست با حکومت اسلامی ایران کنار آید؟ در اسرائیل برای بررسی این پرسش قرار است که یک تیم ورزیده تعیین شود و مسلماً در داخل حکومت ایران نیز بحث‌های جدی در این زمینه جریان دارد. دلمشغولی عمده حکومت ایران آن است که ایالات متحده هر چه زودتر تحریم‌ها را باطل کند. رژیم ایران به پول، به درآمد، به فروش نفت نیاز دارد و باید هر چه زودتر به این هدف برسد. ولی از سوی دیگر ایالات متحده ابتدا باید همه امکانات را بررسی کند، تحریم ها را بسنجد، امکانات کنار آمدن با حکومت ایران را مشخص سازد، شرایط و خواسته های خود را نیز تعیین کند. ولی از همه مهمتر ایالات متحده دولت پرزیدنت بایدن باید انتظارات، نیازها و آرزوها و آرمانهای اسرائیل، کشورهای عرب منطقه را نیز در نظر داشته باشد. اگر دولت بایدن می‌خواهد که سکوت و آرامش در منطقه ما برقرار گردد، نخواهد توانست به تنهایی با حکومت ایران کنار آید. و همین کنار آمدن چگونه انجام خواهد شد؟ ایالات متحده چه شرایطی خواهد داشت؟ رژیم ایران چه انتظاراتی را مطرح خواهد کرد؟ طرفین تا چه حد خواهند توانست به توافق برسند؟ حکومت ایران میگوید که مهمترین هدف برای ما برداشتن تحریم هاست، همه تحریم ها، به آن نیاز داریم. آنها میگویند که
در مورد برجام حاضر به گفتگو نیستند. ایالات متحده برگردد بدون شرایط و بدون تغییرات. ولی دولت پرزیدنت بایدن چگونه میتواند به برجامی بازگردد که همگان اکنون اعتراف میکنند که به هدفهای خود نرسیده و وضع حکومت ایران و موقعیت آن در منطقه و جهان خطرناکتر شده است و رژیم ایران به دستیابی به بمب هسته‌ای نزدیک و نزدیکتر شده است. رژیم تلاش کرد که در مرحله کنونی و پیش از آن که بایدن به قدرت برسد و دولت خود را آغاز کند، به رشته اقداماتی بپردازد که هدف آن ایجاد قدرت و بازدارندگی برای حکومت ایران است، از طریق رزمایش‌های مختلف، زمینی، دریایی، هوایی، پهپادی، موشکی و غیره. و همچنین در مورد برنامه‌های اتمی سیاست‌های بسیار گستاخانه‌ای در پیش گرفتند. می‌خواهند اورانیوم را به درجه 20 غنی کنند که این مقدمه رسیدن به 80 درجه غلظت و حتی بیشتر، یعنی ساخت بمب هسته‌ای میباشد. و سانتریفوژها و واحدهای جدیدی که در نطنز ایجاد میکنند. حکومت ایران و به ویژه سپاه پاسداران میکوشند این تصویر را ایجاد کنند که رژیم ضعیف نیست، ناتوان نیست، حاضر به گذشت نیست، حق خود را میخواهد و حق آن است که بتواند به گستاخی‌های منطقه‌ای و جهانی خود ادامه دهد و مسلماً موضوع وضع حقوق بشر در ایران مطلبی نیست که حکومت ایران حاضر شود به آسانی درباره آن با رژیم ایالات متحده به چانه زنی بپردازد. و بالاتر از این مسئله موشک‌ها، می‌گویند که موشک تنها قدرت بازدارندگی ما می باشد. نیروی زمینی به کار نمی آید. نیروی دریایی خودشان می دانند که تا چه حد حقیر و شکننده و زود شکست است. و نیروی هوایی، آن هم پشیزی ارزش ندارد، قدرتی برایشان به وجود نمی آورد. افتخارشان به پهپاد هاست، ولی پهپاد یک فقره ناچیز در جنگی است که اگر رخ دهد سرنوشت حکومت ایران نیز رقم خواهد خورد. آنها امید خود را به قدرت موشکی بستند. هواپیما که ندارند، لااقل موشک های قد و نیم قد، کوچک و بزرگ، قوی و ضعیف عرضه می کنند و می گویند بترسید، ما به شما آسیب می رسانیم. ولی موشک در صحنه جنگ اسلحه‌ای نیست که بتواند سرنوشت نبرد را رقم بزند. درست است، به دشمن آسیب می رساند، ولی این آسیب در حدی نیست که دشمن را از پای درآورد. و آنچه که از پای در خواهد آمد قدرت نظامی حکومت ایران است. این روزها همزمان با سالگرد جنگ نخست خلیج فارس است. بروند مطالعه کنند و درس عبرت بگیرند. هنگامی که ایالات متحده پرزیدنت بوش تصمیم به حمله نظامی به عراق گرفت، چنان قدرت آتشی به راه انداختند که ارتش عراق در ظرف چند روز متلاشی شد. مواضع جنگی و پایگاه‌های نظامی ارتش عراق را چنان مورد حمله قرار دادند و در هم کوفتند که آن ارتش به کلی انسجام خود را از دست داد. سربازان عراقی حاضر نشدند جان خود را به خطر بیندازند و در برابر ارتش ایالات متحده ایستادگی کنند. فراموش نکنید در آن جنگ ارتش عراق
در ظرف 4 روز، بله فقط 4 روز، به کلی متلاشی گردید و از هم پاشید؟ و آیا شما فکر میکنید که اگر جنگ مشابهی خدای ناکرده در خاک ایران به وقوع پیوندد، آنانی که خود را بسیجی و سپاهی میدانند، هنگامی که همه مواضع و پایگاه های آنها بمباران و نابود شود، حاضر به ادامه جنگ خواهند بود؟ بسیاری از آنان کسانی هستند که برای امرار معاش بوده که به سپاه پاسداران و نیروهای بسیج پیوستند، و ممکن است آنچه در عراق روی داد برای سپاه پاسداران و حتی سپاه قدس رخ دهد. حساب کنید به قدرت جنگی سپاه قدس می نازند. سالیان سال از برپایی این سپاه می گذرد. کدام دستاورد جنگی را در کدام کشور منطقه و در چه نقطه‌ای داشته است؟ فقط حرف می زنند، شعار می دهند و بزرگ نمایی می کنند، ولی خود می دانند که چقدر ضعیف و ذلیل هستند و اگر جنگ واقعی درگیر شود سرنوشت آنها چه خواهد بود. و اکنون پرسش ما خطاب به ایالات متحده و دولت پرزیدنت بایدن است: آیا او شتاب خواهد کرد و بخشی از تحریم‌های اقتصادی اعلام شده علیه حکومت ایران را پیش از آن که توافقی انجام گیرد لغو خواهد کرد؟ آیا پرزیدنت بایدن به حکومت ایران امکان خواهد داد که نفس تازه‌ای بکشد، اکسیژن به آن تزریق خواهد کرد؟ بسیار بعید است. ممکن است ایالات متحده در گام‌های نخستین برای ابراز حسن نیت خود امتیازاتی به حکومت ایران بدهد و وضع مالی آن را کمی کمی بهتر کند، ولی بعید می نماید که سیاستگزاران دولت بایدن چنان بی تجربه باشند، حتی اگر اکثر آنها از دوران پرزیدنت اوباما هستند، که بیایند و امتیازاتی به حکومت ایران بدهند که پاداشی و پایانی خوش نداشته باشد و رژیم ایران را گستاختر کند. و فراموش نکنید اسرائیل در گوشه نشسته است. کشورهای عرب منطقه که حکومت ایران موجودیت آنها را تهدید می‌کند، آنان نیز انتظاراتی دارند و توانی دارند. ایالات متحده بایدن نمیتواند از حضور آنها و از خواسته ها و آرمان های آنها غافل بماند. اگر هستند آنانی که تصور میکنند در ظرف 1-2 ماه اوضاع به دوران پیش از تحریم های پرزیدنت ترامپ باز میگردد، سخت اشتباه میکنند. موضوع انقدر بغرنج است که به زمانی بسیار طولانی نیاز دارد، و همچنین شکاف و دودستگی و چند دستگی در داخل حکومت ایران نیز بسیار قوی است. جناحی میکوشد که اصولا تماسی و مذاکراتی صورت نگیرد، و یا اگر صورت میگیرد تنها در انحصار آن گروه باشد. ولی آنها خوب می‌دانند که اگر گذشت نکنند، اگر کوتاه نیایند، اگر نرمش قهرمانانه دوم را انجام ندهند، بعید می‌نماید که ایالات متحده امتیازاتی به آنها بدهد و بتواند با آنها کنار آید. و پرسش دیگر، مسئله ایران در چه درجه از اولویت سیاست‌های خارجی ایالات متحده قرار دارد؟ چین در گوشه نشسته و روسیه کمین کرده
و خطراتی که آنها نسبت به اقتصاد ایالات متحده و رفاه مردمان آن ایجاد کردند بسیار مهمتر، فوریتر و ضروریتر از آن است که دولت بایدن بخواهد مدت مدیدی را صرف چانه زدن با حکومت ایران کند. دعا کنیم که همه این ارزیابی‌های ما اشتباه باشد. دعا کنیم که فرمان روایان حکومت ایران به واقعیات گردن نهند و از سرکشی دست بردارند و بیایند اصل همزیستی و همسایگی با اسرائیل و کشورهای عرب منطقه را بپذیرند و از ادامه گستاخی ها و تحریکات و عملیات استعماری و استثماری دست بردارند. پول ملت ایران را صرف رفاه ملت ایران کنند و نمان که به گروه های ترور بدهند. این آرزوی ماست، ولی امید به برآورده شدن این انتظارات در حال حاضر بسیار ضعیف است. تفسیر سیاسی هفته نوشته و با کلام آقای منشأ امیر را شنیدید. اکنون مجموعه خبرهای امروز را به آگاهی شما می‌رسانیم. از اورشلیم جاودان در این روز شنبه مقدس با بهترین آرزوها برای همگان همراه با همکارانم این مجموعه خبری را به شما تقدیم می‌کنیم. مقامات حکومت اسلامی ایران و همچنین حزب الله لبنان هنوز نسبت به ساقط کردن یک فروند پهپادی که از لبنان به سوی حریم هوایی اسرائیل فرستاده شده بود واکنشی نشان ندادند و مقامات امنیتی اسرائیل نیز مشغول بررسی این موضوع هستند که آیا فرستادن این پهپاد بر فراز اسرائیل نشان از آغاز بحران جنگی جدید دارد و یا نوعی تلاش اطلاعاتی حزب الله لبنان به دستور حکومت اسلامی ایران بوده است. این پهپاد سپید دم روز گذشته آدینه وارد خاک اسرائیل شده بود و دقایقی پس از آن دستور ساقط کردن آن صادر گردید و پهپاد در داخل اسرائیل به زمین افتاد و متلاشی شد. آگاهان میگویند که این پهپاد ساخت ایران بوده و یکی از جنگ افزارهای بسیار زیادی است که رژیم ایران در اختیار حزب الله قرار داده. سخنگوی ارتش اسرائیل تجاوز پهپاد به حریم هوایی کشور را تایید کرد، ولی درباره نوع پهپاد و مأموریت آن خبری منتشر نشد. احتمال دارد که این پهپاد برای امور اطلاعاتی به داخل اسرائیل فرستاده شده بود. سخنگوی ارتش گفت که واحدهای کشور که از لحظه نزدیک شدن پهپاد به فضای اسرائیل مسیر آن را دنبال می‌کردند و آن را به دقت زیر نظر داشتند و در هیچ لحظه خطر امنیتی اسرائیل را تهدید نمی‌کرد، این واقعیت که اعزام پهپاد ساعتی پس از حمله هوایی نسبت داده شده به اسرائیل در ناحیه حما در سوریه رخ داد بر اهمیت این عملیات می افزاید. ولی ارزیابی برخی کارشناسان آن است که این حادثه نمی تواند سرآغاز یک درگیری مسلحانه توسط سپاه پاسداران و حزب الله لبنان علیه اسرائیل باشد. رژیم ایران بارها تهدید کرده که انتقام خون محسن فخری زاده از سرپرستان برنامه‌های اتمی ایران را از اسرائیل خواهد گرفت. یکی از ارزیابی‌ها آن است که ممکن است رژیم بخواهد این تعرض علیه اسرائیل را توسط حزب الله انجام دهد، ولی در همان حال گمان می‌رود که حزب الله خود را در چنان بحران عمیق سیاسی در لبنان احساس می‌کند که صلاح خود نمی‌داند وارد یک درگیری جنگی دیگر با اسرائیل شود. کاهش کمک‌های مالی رژیم ایران به آن سازمان تروریستی شیعه نیز از جمله عواملی است که بر تنگنای کنونی حزب الله می‌افزاید. در پی انتشار گزارش‌های مبنی بر انجام مذاکرات میان حکومت ایران و دولت جدید بایدن، عباس عراقچی معاون جواد ظریف گفت هیچ برجام پلاس، هیچ توافق جدید و هیچ مذاکرات جدید در مورد برجام وجود نخواهد داشت. عباس عراقچی در مصاحبه خود با روزنامه ایتالیایی لارپوبلیکا در زمینه انتقال قدرت در آمریکا و حمله طرفداران ترامپ به کنگره که خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه آن را
بازتاب داده است، گفت ما موضع خاصی در برابر این انتقال قدرت بین دو دولت نداریم، فقط منتظریم ببینیم رئیس جمهور جدید ایالات متحده آمریکا چگونه میخواهد مواضع اشتباه ترامپ را تصحیح کند. معاون وزیر خارجه حکومت ایران در این مصاحبه پیرامون اینکه درخواست حکومت ایران چیست گفت، درخواست ایران عبارت است از اینکه آمریکا تحریم‌ها را بردارد و ما با حسن نیت به برجام عمل کرده ایم. دیگر نوبت دولت جدید آمریکا است که اشتباهات دولت پیشین را جبران کند. برای بازگشت به توافق هسته‌ای باید تمام تحریم‌ها را لغو کند. ما آماده‌ایم انجام تعهدات زیر برجام هستیم به شرطی که آمریکایی‌ها هم به تعهدات خود عمل کنند و تحریم‌ها را بردارند. یادآور می‌شویم که دولت جو بایدن گفته است تحریم‌ها را لغو نمی‌کند مگر اینکه حکومت ایران حقوق بشر در ایران را محترم بشمارد و تمام آمریکایی‌های زندانی در ایران را آزاد کند. معاون وزیر خارجه در این مصاحبه در واکنش به پرسش روزنامه ایتالیایی را رپوبلیکا مبنی بر اینکه آیا تماس‌های محرمانه‌ای با دولت جدید آمریکا داشتید یا خیر گفت، خیر، هیچ تماسی نداشتیم و هیچ قصدی هم برای آن نداریم. طبیعتاً منتظریم که کاملاً در پست‌های خود قرار بگیرند و بعد دست به کار بشوند، ولی فعلاً هیچ علاقه‌ای به هیچ تماس مستقیم نداریم. گفتگوها باید در چارچوب برجام صورت گیرد. منابع خبری در اورشلیم بر این باورند که علت تأخیر در برپای شورایی که بتواند سیاست‌های پرزیدنت جو بایدن در برابر حکومت ایران را رصد کند و بکوشد خواسته‌های اسرائیل در هر گونه توافق آینده مورد توجه قرار گیرد، اختلاف نظری است که بین نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل پیرامون شخصیت‌هایی که باید در این هیئت عضویت داشته باشد میباشد. در گزارش‌های پیشین آمده بود که بنیامین نتانیاهو قصد دارد دو شورای جداگانه را برپا کند که مأموریت یکی از آنها ارزیابی راهکارهای دولت بایدن در برابر ایران و دیگری رصد کردن برنامه‌های اتمی و موشکی رژیم و راه‌های رویارویی با آن می‌باشد. ولی اختلاف نظر بین نتانیاهو و بنی گانتس وزیر دفاع برپای این دو شورا را به تعویق انداخته است. به گفته منابع خبری نتانیاهو می‌خواهد اعضای شورا را تنها از میان افرادی که تحت نظر خود او فعالیت می‌کنند برپا سازد. گفته می‌شود که او تصمیم دارد یوسی کوهن رئیس موساد سرویس امنیت خارجی اسرائیل را در ریاست این هیئت بگمارد. یوسی کوهن یکی از پایه‌گذاران روابط دوستی و همکاری با امیرنشین‌های عرب و کشورهای سودان و مراکش بوده است و با سیاست‌های آمریکا نیز آشنایی کامل دارد و حدود دو هفته پیش نیز سفری به واشنگتن کرده و با مایک پومپئو وزیر خارجه دولت ترامپ درباره سیاست درازمدت آمریکا در برابر رژیم ایران گفتگو کرده بود. اعضای دیگر این هیئت آنگونه که نتانیاهو انتظار دارد می‌توانند رئیس شورای امنیت ملی و وزیر انرژی باشند. بنی گانتس وزیر دفاع و رهبر حزب آبی و سفید که بسیاری از چهره‌های برجسته آن صفوف حزب را ترک گفتند و موجب تضعیف وزنه سیاسی او شده اند، روز گذشته آدینه ابراز شگفتی کرد که چگونه ممکن است نتانیاهو مقامات وزارت دفاع و ارتش اسرائیل را در چنین هیئتی راه نمی‌دهد. او گفت که اجازه نخواهد داد آن شورا بدون اعضای از جانب وی برپا گردد. بنیامین نتانیاهو در جریان عادی‌سازی روابط با امیرنشین‌ها و سودان و مراکش نیز به صورت مستقل عمل کرد و با آنکه کابینه او به صورت ائتلافی است و باید وزیران دیگر نیز در جریان کار باشند، وی وزیران خارجه و دفاع را از این جریان بی اطلاع نگاه داشت و تا لحظه افشا شدن جزئیات خبری در اختیار آنها نگذاشت. مخالفان نتانیاهو میگویند که هدف او از این شیوه رفتاریان بوده که همه پیروزی در این تلاش را نصیب شخص خود سازد و آن را با دیگران به شراکت نگذارد. انتخابات زود هنگام اسرائیل قرار است حدود دو ماه و نیم دیگر برگزار شود و نتانیاهو میخواهد از این دستاوردها برای افزایش محبوبیت خود استفاده کند.
در مورد هیئتی که قرار است تماس‌های دولت بایدن با رژیم ایران را رصد کند، مخالفان نتانیاهو ابراز شگفتی کرده‌اند که چگونه ممکن است که وزیر خارجه گبی اشکنازی نیز از این جریان به دور باشد و نخست وزیر او را نیز دخالت ندهد. پاسخ این پرسش آن است که وزیر خارجه نیز به حزب آبی و سفید تعلق دارد و نتانیاهو مایل نیست بخشی از دستاوردها را به حساب او نوشته شود. تام کاتن، سناتور جمهوری‌خواه آمریکا، با تصمیم جو بایدن برای تعیین رابرت مالی از مقامات امنیت ملی دولت پیشین اوباما به عنوان نماینده ویژه در امور ایران ابراز نگرانی کرد. کاتن با انتشار پیامی در توییتر خود نوشت: مالی پیشینه طولانی در همدلی با رژیم ایران و عناد با اسرائیل دارد. سناتور ایالت آرکانزاس با تأکید بر اینکه اگر رابرت مالی به این مقام منصوب شود، آیت الله ها به شانس خود ایمان می آورند، گفت: انتصاب یک تندرو مثل مالی نشان می دهد همه ی لفاظی های بایدن و تونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا درباره اتحاد دروغ است. پیشتر نیز رابرت مالی از کشته شدن محسن فخری‌زاده انتقاد کرده و گفته بود که این حمله از سرگیری دیپلماسی با ایران را برای جانشینی ترامپ دشوارتر خواهد کرد. مالی با دلیل گزارش‌هایی که از ملاقاتش با اعضای حماس منتشر شد، از کمپین انتخاباتی اوباما در سال 2008 کنار گذاشته شد، اما بعدها در سال 2014 با عنوان مشاور عالی دولت اوباما در عبور خاورمیانه به کار گرفته شد. در این راستا برخی جمهوری خواهان نیز پس از کاتن درباره روابط نزدیک نماینده احتمالی بایدن در امور ایران با جمهوری اسلامی نیز هشدار دادند. از جمله آنان جو ویلسون، عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا است که در توییتی با ابراز نگرانی جدی از اخبار مربوط به تصمیم دولت بایدن برای تعیین رابرت مالی به عنوان نماینده ویژه در امور ایران نوشت: مالی روابط نزدیکی با رژیم ایران، بشار اسد جنایتکار و تروریست های حماس دارد. چک شومر، رهبر اکثریت دموکرات مجلس سنای آمریکا، اعلام کرد که دادگاه استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا پس فردا دوشنبه در این مجلس برگزار خواهد شد. به گزارش اسوشیتد پرس، سناتور شومر این موضوع را پس از توافق با جمهوری خواهان در سنا اعلام کرد. جمهوری خواهان خواستار تعویق جلسه دادگاه استیضاح دونالد ترامپ بودند تا او بتواند وکلای خود را برای دفاع در نشست سنا آماده کند. دونالد ترامپ نخستین رئیس جمهوری آمریکا خواهد بود که پس از پایان دوره ریاست جمهوریش دادگاه استیضاح او در سنا برگزار می شود. شماری از قانونگذاران جمهوری خواه می گویند برگزاری دادگاه استیضاح رئیس جمهوری سابق پس از پایان دورش قانونی نیست. رسانه‌های آمریکا میگویند جمهوری خواهان و دموکرات‌ها با تعویق برگزاری دادگاه استیضاح دونالد ترامپ موافقت کردند، چرا که تا دیروز تنها دو تن از اعضای کابینه جو بایدن توسط سنا تایید شدند. سناتور شومر گفت که نانسی پلوسی، رئیس دموکرات مجلس نمایندگان، روز دوشنبه آینده مصوبه استیضاح دونالد ترامپ را تحویل خواهد داد و اقدامات اولیه روز سه‌شنبه آغاز خواهد شد، اما جلسه دفاع و دادگاه در ماه فوریه آغاز خواهد شد تا در این فرصت سنا اعضای کابینه دولت جو بایدن را بررسی کند. سناتور شومر در ادامه با اشاره به حمله مرگبار خشونت طلبان به ساختمان کنگره گفت: همه ما می‌خواهیم این فصل دردناک در تاریخ کشور را پشت سر بگذاریم. او اضافه کرد: اما التیام و اتحاد تنها با حقیقت و پاسخگو بودن حاصل خواهد شد و این همان چیزی است که این دادگاه فراهم خواهد کرد. استیضاح دونالد ترامپ پس از حمله شماری از خشونت طلبان طرفدار او به ساختمان کنگره در روز 17 دی به جریان افتاد. در جریان حمله به ساختمان کنگره یک مأمور پلیس و 4 نفر دیگر کشته شدند. محافل خبری در تهران ارزیابی می‌کنند که حملات شدید هفته‌ها و حتی ماه‌های اخیر به دولت حسن روحانی و عملکرد آن برنامه مشروع و از پیش تنظیم شده است که هدف آن بدنام کردن کامل جناح موسوم به میانه رو برای هموار ساختن راه به هدف روی کار آمدن جناح نظامی از طرف سپاه پاسداران است. و
برخی تحلیلگران به رادیو پیام اسرائیل گفتند که به احتمال زیاد این کارزار گسترده در بیت رهبری و به ریاست مجتبی خامنه‌ای با مشورت و همکاری کامل سران پیشین و کنونی سپاه پاسداران طراحی شده و همانند یک عملیات نظامی پیش از حمله به مواضع دشمن می باشد. این کارزار زمینه‌های گسترده تبلیغاتی را در رشته‌های مختلف شامل می شود و از پیشرفت وسایل نیز بهره می گیرد که یک نمونه آن قرار دادن کلیپ‌هایی در شبکه‌های اجتماعی است که در آن هنرمندی ناشناس با موسیقی و طنز و انتقادهای گزنده از دولت روحانی، از گرانی مایحتاج و ناتوانی خانواده در تأمین معیشت خود همراه می باشد. آنچه این کارزار را به اوج رساند مصاحبه‌ای در شبکه 4 تلویزیون حکومتی بود که در آن آخوندی حسن روحانی را به اعتیاد و یا به گفته او نشستن کنار منقل متهم ساخت و روحانی و یارانش را چنان خشمناک ساخت که تهدید به شکایت به دادگاه کردند. امریکه یک تهدید توخالی محسوب می‌گردد، زیرا قوه قضایی نیز در تسلط آخوند ابراهیم رئیسی قرار دارد که خود او نیز به کرسی ریاست جمهوری چشم دوخته و به عنوان فردی که از جانب علی خامنه‌ای منصوب شده یکی از مهره‌های اجرایی توطئه محسوب می‌شود. نزاع علی باقر قالیباف با حسن روحانی بر سر بودجه و بسیاری مسائل دیگر بخش عمده‌ای از این کارزار را تشکیل می‌دهد. قالیباف که خود یک فرد سپاهی بوده و در امور اقتصادی کوچکترین تجربه ای ندارد، ادعا می کند که ارقام قید شده در بودجه حسن روحانی واقعی نیست و قابل اجرا نمی باشد. این انتقاد کاملا بجاست. برای راه حلی که قالیباف پیشنهاد می کند، ممکن است حکومت ایران را به یک فاجعه اقتصادی بکشاند. قالیباف خواستار شده که در لایحه بودجه نرخ برابری دلار به جای 4200 تومان بیش از 11,000 تومان تعیین شود که پیامد آن شتاب بخشیدن به تورمی است که هم اکنون نیز بیداد می کند. مفهوم این نرخ آن است که در آینده کالاهای اساسی باید به 3 برابر قیمت به شهروندان فروخته شود که مسلماً از توانایی مالی اقشار گسترده از مردم بیرون است. این امر تورم مالی را 10 برابر افزایش می دهد و یک مشکل بزرگ نیز برای دولت به وجود می آورد و آن افزایش کسری بودجه است. همکنون نیز دولت روحانی با کسری دهشتناکی روبروست. او کوشید از طریق فروش اوراق قرضه و یا بالا بردن مصنوعی بهای سهام در بورس و همچنین فروش اموال مالی دولت بخشی از کمبود بودجه را تأمین کند که موفقیت چندانی به دنبال نداشت. به گفته آشنایان امور در تهران، استراتژی این کارزار به دقت طراحی شده و آن است که به مردم القا شود که سیاسیون غیر مذهبی نتوانستند مشکلات مالی و معیشتی ایران را حل کنند و قشر روحانی نیز در این راه شکست خورد و تنها راهی که باقی می‌ماند سپردن قدرت به دست سپاه است که دارای دیسیپلین بوده و ظاهراً در امور مدیریت جنگ تجربه دارد و همین تجربه را می‌تواند در امور مدنی نیز به کار گیرد. تا انتخابات ریاست جمهوری بیش از 4 ماه باقی مانده و به گفته تحلیلگران در تهران، بیت رهبری و سپاه پاسداران در این مدت طرح عملیاتی خود را با جدیت پیش خواهند برد و دولت حسن روحانی پایان خوشی نخواهد داشت. روزنامه ابتکار چارپ تهران نیز در شماره امروز خود شنبه به بررسی نبرد آشکار و پنهان می‌پرداخت که همکنون بر سر تسلط بر کرسی ریاست جمهوری بین افراد و جناح‌ها جریان دارد. محمد علی وکیلی مدیر مسئول روزنامه در مقاله اساسی خود به عنوان صندلی رئیس جمهوری چند نوشت: هرچه به انتخابات ریاست جمهوری 1400 نزدیک می‌شویم، یخ سیاست اما آب نمی‌شود. جریانات سیاسی خصوصا اصولگراها حسابی در تکاپوی تقسیم قوا در سایه این انتخابات در بین خودشان هستند، اما حواس جامعه به هیچ عنوان به این سمت نمی‌چرخد. وکیلی در ادامه نوشت: جامعه دچار یک نوع بی‌اعتنایی تمام عیار به این انتخابات شده است. این البته بسیار خطرناک است. جامعه بحران زده ای مانند ما اگر از صندوق رأی قهر کند، معنایش این است که دیگر دنبال نسخه سیاسی نیست. تنها نسخه بی‌خشونت یا کم خشونت برای اعمال اراده جامعه سیاست است. او گفته است نتیجه ناامیدی جامعه از این نسخه سرخوردگی و سپس خشونت است. قهر با انتخابات نهایتاً در یک دوره میتواند یک کنش معدنی برای نشان دادن اعتراض باشد. اما اگر این قهر بیش از یک دوره ادامه پیدا کرد، یعنی پیش رفتن به سوی ناامیدی مطلق از نسخه سیاست،
و کلی در پایان گفته است که به نظر می رسد این سناریو دو شاخص مهم دارد. اول، کدام یک از نامزدها یا جریانات تا 1400 قادر به حل بحران کرونا هستند؟ و دوم، کدام یک قادر به حل بحران بورس می باشند؟ به عبارتی قیمت صندلی ریاست جمهوری 1400 حل بحران کرونا و بورس می باشد. اگر نامزدی بتواند برنامه واضح و مشخص برای حل این دو چالش ارائه دهد، می تواند امید به جلب حمایت مردم داشته باشد. صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه و فعال سیاسی در تهران گفت انتخابات دیگر بی‌معنا است و اصلاح طلبان بی آبرو و تندروها با بایدن سازش می کند. زیبا کلام در گفتگوی مشروع با پایگاه خبری انصاف نیوز گفته است که بعد از سالها وی عاقبت و سرانجام پی برد که انتخابات در جمهوری اسلامی بی‌معنا است. اصلاح طلبان دیگر آبرو و اعتباری نزد مردم ندارند و در سال 1400 نیروهای تندرو پس از قبضه کردن کامل قدرت احتمالاً جو بایدن سازش می‌کنند. وی در این گفتگو افزود انتخابات 1400 مرده است که هیچ طور نمی‌شود آن را زنده کرد و آن 24 میلیون نفری را که به حسن روحانی رأی دادند دیگر با جرسقال هم نمی‌شود پای صندوق رأی برد. به همین خاطر زیبا کلام حتی صحبت کردن درباره انتخابات در جمهوری اسلامی و انتخابات 1400 را اتلاف وقت می داند، چون به گفته او انتخاباتی با معنا در کار نخواهد بود. زیبا کلام در ادامه می گوید بی اعتباری انتخابات فقط شامل تهران نمی شود. در مشهد، اصفهان، شیراز و جاهای دیگر وضع به همین نحو است. یعنی دیگر مردم نمی روند در انتخابات شرکت کنند و دیگر هیچ طور نمی شود انتخابات را احیا کرد و به آن آبروی داد. صادق زیبا کلام در مصاحبه خود گفت که در آخرین انتخابات مجلس نمایندگان اصلاح طلب حتی 5% هم رأی نیاوردند. به دنبال انتشار اعتراض‌های شدید بین المللی نسبت به انتشار پیام تهدید آمیز علیه خامنه ای علیه جانب پرزیدنت دونالد ترامپ، توییتر اعلام کرد که حساب بیت رهبری را می‌بندد. در پیامی که در حساب کاربری دفتر خامنه ای انتشار یافت، بخشی از سخنان او در دیدار با فرماندهان سپاه پاسداران نقل شده بود که در آن می‌گوید که ترامپ و دیگران باید مطمئن باشند که به قتل خواهند رسید یا کیفر حرکت قاسم سلیمانی را بپردازند. در کنار این سخنان تروریستی علی خامنه ای، تصویر فردی انتشار یافت که ظاهراً در چمن میدان گلف مکانی ایستاده که معمولاً محل بازی پرزیدنت ترامپ است و سایه یک پهپاد جنگی دیده می شود که ظاهراً پرزیدنت ترامپ را هدف قرار داده. انتشار این پیام به اعتراض‌های گسترده بین المللی روبرو گردید. حتی خانم انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، گفت که چگونه ممکن است که حساب کاربری ترامپ را با این استدلال که مردم را به آشوب دعوت کرده بود می بندند ولی به علی خامنه ای امکان می دهند این گونه گستاخانه پیام سوء قصد به جان این مقام ارشد آمریکایی را صادر کند. توییتر پرزیدنت ترامپ را متهم ساخته بود که در پیام خود در تشویق معترضین به نتایج شمارش آرا در انتخابات ریاست جمهوری به برابر کنگره بروند و به اعتراض دست بزنند. ترامپ طرفداران خود را به اشغال ساختمان کنگره تشویق نکرده بود. او در پیام‌های بعدی خود نیز خشونت را نکوهش کرد و از طرفداران خود خواست که از تکرار چنین اعمالی دست بردارند. سخنگوی وزارت بهداشت ضمن تاکید بر اینکه شرایط کرونا در ایران همچنان بی ثبات و شکننده است گفت در این شرایط نباید دچار خوشبینی کاذب شویم. دکتر سیما لاری گفت تجربه مبارزه با بیماری کووید 19 در ایران به خوبی نشان می دهد که رابطه مستقیم و معناداری میان کاهش رعایت پروتکل‌های بهداشتی و افزایش موارد بستری روزانه ناشی از بیماری و به دنبال آن افزایش مرگ و میره ناشی از آن وجود دارد. وی تأکید کرد مبارزه با بیماری همچنان ادامه دارد و امیدواریم با تقویت و استمرار همکاری مردم در عمل به توصیه‌های بهداشتی و پرهیز از هر گونه عادی‌انگاری شرایط مجددا شاهد
خیز بیماری در بهمن ماه و اسفند ماه سال جاری نباشیم. سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ادامه نسبت به آمار کرونا گفت تا کنون 1,360,825 تن در کشور به طور قطع به ویروس کرونا مبتلا شدند و با فوت 75 تن از بیماران مبتلا به کرونا در 24 ساعت گذشته تعداد جانباختگان این بیماری در کشور به 57,225 تن رسیده است. در همین حال کیانوش جانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو اعلام کرد ایران و کوبا در صدد ایجاد ظرفیت تولید میلیون ها دوز واکسن کرونا هستند. حسن روحانی که پیشتر وعده داده بود در چند هفته آینده واکسن کرونا در اختیار مردم قرار می گیرد، امروز گفت در زمینه واکسن داخلی و خارجی حرکت های خوبی صورت گرفته و در زمینه واکسن داخلی تقریبا می توان گفت سال آینده 3 واکسن را پیش رو داریم. حسن روحانی که امروز در نشست ستاد ملی مقابله با کرونا سخن می گفت اظهار داشت که امروز بیش از 11 ماه از دوران ابتلا به این ویروس در ایران می گذرد و پایان بهمن ماه سال گذشته بود که متوجه شدیم این بیماری وارد کشور شده است. وی از این که در یکی دو هفته اخیر آمار فوتی‌ها دو رقمی شده است آن را امری غرور آفرین خواند و گفت حداقل باید 5 تا 6 ماه آینده با همین دقت پیش برویم و پروتکل‌ها را رعایت کنیم تا واکسن برسد و تزریق شود. حسن روحانی گفت در برخی از استان‌ها آمار ابتلا جوانان و نوجوانان به کرونا گزارش شده است. وی این موضوع را نگرانی جدید و مشکل آفرین خواند. نماینده خامنه‌ای در استان البرز در خطبه خود از توصیه خامنه‌ای در مورد 2 برابر کردن جمعیت ایران دفاع کرد و از جمله گفت باید زنها تا میتوانند فرزند تولید کنند، زیرا برای جهاد به نیرو نیاز داریم، از شوهرانتان اطاعت کنید. آخوند مهدی حسینی همدانی در خطبه های نماز جمعه دیروز خود آدینه در کرج گفت زنها باید تا آنجا که میتوانند فرزند به دنیا بیاورند. نظام برای جهادی که در آینده در پیش رو دارد از شما فرزند آوری فراوان میخواهد. متن کامل و مشروع این گزارش ها و خبرهای دیگری را درباره ایران، اسرائیل و اموری که به هر دو کشور مربوط میشود می توانید در وبسایت رادیو پیام اسرائیل به نشانی radis.org مطالعه کنید. پیش از خداحافظی با شما یادآوری می کنیم که تلویزیون ایران آریایی که بازتاب دهنده آرمان‌های ملی ایرانیان است و در راه آزادی این سرزمین پیکار می کند، هر روز برنامه خبری ما را 3 بار در ساعات مختلف پخش می کند که نخستین آن ساعت 8 بامداد به وقت کالیفرنیا می باشد. برنامه خبری ما را در هر لحظه از شبانه روز که مایل باشید می توانید از طریق تلفن همراه خود و یا اینترنت بشنوید. توصیه می کنیم اپلیکیشن ما را در تلفن دستی خود نصب کنید تا هر روز با فشار 1 دکمه بتوانید برنامه ما را گوش کنید. برای نصب اپلیکیشن ما وارد اپستور تلفن دستی خود شوید و به فارسی یا به خط انگلیسی بنویسید رادیو پیام اسرائیل. همچنین صدای ما را در همه شبکه‌های اجتماعی از فیسبوک تا توییتر و از تلگرام تا اینستاگرام می توانید بشنوید. نشانی وبسایت ما از این قرار است radis.org. نشانی ما به خط لاتین این گونه نوشته می شود RADIS. تکرار می کنم RADIS. پاینده ایران، جاوید اسرائیل.